صحبت رو میتیم با برادر رحمت جان. فرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم حضرین گرامی، هموطنان گرامی. خب صحبت میخوام بکنم در مورد اونی که وضعیت امروز تاجیکستان، چون که همه ما خوب میدونیم در تاجیکستان یک رژیم خودکامه است، یک رژیم دیکتاتور است، یک رژیمی است که دور از دموکراسی است، دور از منفعت های ملی، منفعت های شهروندان تاجیکستان است. یک رژیمی است که در طول 24 سال تنها و تنها به خاطر فایده خود، به خاطر منفعت شخصی خود کار و فعالیت کرده است و بجز از منفعت شخصی خود، بجز از منفعت بعض شخصیت ها برای ملت، برای دولت، برای وطن کاری هم نکرده است. و ما یک گروه جوانان که هستیم، طول یک سال است که ما مبارزه می‌بریم با این رژیم. فقط و فقط ما استعفای این رژیم را طلب داریم، دیگر ما از این رژیم چیزی نمیخوایم بجز از استعفا. ما میخوایم که این رژیم استعفا بدهد و تا که شهروندان تاجیکستان حکومت را به دست خود بگیرند، تا که یک حکومت مردمی بسازند، تا که یک حکومت در حقیقت دموکراتی بسازند. اون دموکراتی که امروز هست در تاجیکستان دموکراتی روی کاغذ است، بجز از روی کاغذ دیگر چیزی نیست. در اصل دیکتاتور است، در اصل حکم یک نفر است که در کل تاجیکستان امر می شود و اجرا می شود. بازم از حکومت تاجیکستان، از اون نفرهای که برای ملت دلشون می سوزد، نفرهای که در حکومت کار میکنند و دلشون برای ملت می سوزد، خواهش میکنیم از شما که از این حکومت دیکتاتوری دور باشید و با مردم باشید. زیرا که انشاءالله روزی می شود که مردم قیام میکنه به عزیز شما، به مردمی که طول 24 سال شما ظلم کردین، اذیت دادین، انشاءالله که روز قیام میکنه به عزیز شما و کسی از شما را دیگر نمیبخشن، کسی از شما را دیگر نجات نمیاره در گردی در دستی از دست این مردم انشاءالله. و همین خاطر حکومت داره که قلای مردم کم ظلم کردین، از رای خود بگردین، توبه کنین، با مردم باشین تا که تای مشت لغت مردم نمونین. بازم میگه که از حکومت رحمانو استعفا طلب میکنیم. حکومت رحمانو باید استعفا بدی. اگر بخوای نخوای استعفا میدی انشاءالله، بخوای نخوای استعفا میدی، زیرا که دیکتاتورا عاقبتش استعفا دی است. دیکتاتورا عاقبتش شکست خوری است، بجز شکست خوری دیگر چیزی نیست. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز رحمت جان. حالا یکی از